خب تو چه جوری با مهدویان آشنا شدی؟ والا با آقای مهدویان، خب من اولین کاری که کردم باشون فیلم شیشلیک بود، سینمای شیشلیک بود توی جشنواره پارسال. و موقعی هم که به من زنگ زدن از اون از کار آقای مهدویان، خیلی هم ذوق زده شده بودم، چون کلن آقای مهدویان هم فیلماشون هم خودشون کلن دوستش دارم، یعنی همه کارشون هم دیده بودم تقریبا، حالا از ماجرای نیمروز یک دو، همون شبهای زمستان بود، چی بود آخرین روزهای که نقش شهید باقری بازی می‌کرد. ایستاده در قبار هم بودی؟ بله، ایستاده در قبار رو مخصوصا خیلی دوست داشتم. و از اون فیلم شیشلیک این شکل گرفت دیگه، این آشنایی من با آقای مهدویان شکل گرفت. خدا رو سر هزار مرتبه شکر که آشنایی خوبی هم شد، که حالا اومدی توی زخم. بله، توی زخم کاری هم حالا. خب آقای زمین پرداز، اول بگو ببینم شخصیت نجفی در تحلیل تو چه شخصیتیه؟ یعنی خودت اگه بخوای نجفی رو تحلیل کنی چگونه تحلیل کنی؟ یه کلیت فیلمو بگم، در مورد یک خانواده ثروتمندیه که زیر چتر یه شخصی به اسم خانمون، اعضای خانواده و فامیلای خودش رو برده توی شرکت بین المللی. حالا اینقدر این آدم پول داره که به هر کدوم یعنی اعضا یه موقعیتی داده بود و هر کدوم از این اعضا، اخوان، نجفی، مالک، ناصر که پسرشه، هر کس تلاش میکنه که موقعیت خودش رو ببره بالا. نجفی هم یکی از این پسرموها، آدم ریاکار، دودوزباز، چابلوس، یه همچین شخصیتی داره که برای به دست آوردن موقعیتش دست به هر کاری میزنه بخواد. یعنی حتی شخصیتی داره که میبینه کسی که بهش تا این حد اینو آورده بالا، این جایگاه رو بهش داده، خانمو رو میکشه، مالک، باز هیچ دمی نمیزنه، صبر میکنه. از این آدمای چیز دیگه، فرصت طلبه دیگه، طماعه، صبر میکنه که مثلا موقعیت رو ببینه چیه، این خانمو رو کش میخواد چیکار کنه. و بعد که قضیه رو میفهمه میگه اگه اینجوریه پس منم سهم میخوام دیگه. یه آدم طماعه. ما روز اولی هم که با آقای مهدویان در مورد نقش صحبت کردیم، خب برای رسیدن به نقش تعامل دو نفره است دیگه، بین بازیگر و کارگردان. حالا خب ما یه انتخاب بازیگری به اسم آقای کیومرث مرادی هم داشتیم، با ایشون هم گپ و گفتی زدیم در مورد انتخاب بازیگر یا بازیگردان. قرار بود بازیگردان هم باشه که بعد ایشون مریض شدن، آقای میلاد اکبرنژاد جایگزینشون شدن. انتخاب بازیگر آقای مرادی شدن، آقای میلاد اکبرنژاد شدن هدایت بازیگر. آره، سر این گفتگو با آقای مهدویان به این رسیدیم که این طماع بودن و ریاکار بودن نجفی پررنگ شه، با اینکه شخصیت کوتاهیه. و من ته گفتگویی که با حسین داشتیم و با بچه‌ها گفتم بیایم بذاریمش روی نگاه‌های این آدم و حتی نوع بیان نجفی، یعنی بیانش رو یه طوری باشه که اون تاکید بر ریاکار بودنش، اینکه حرص مخاطب رو در بیاره، ببینیم میتونیم یا نه. حسین هم موافقت کرد. یه چند تا پیشنهاد دیگه ای داشتم، خب فرصت نشد برای نشون دادنش روی شخصیت نجفی. روی این قضیه کار کردیم که بتونیم دودوزه باز بودنش و چابلوس بودنش از این جهت که پیش آدم در کنار آدم خوبش رو میگه و پشتش بعدش رو میگه، مثل بعضی از آدمایی که تو جامعه هستن، گفتیم بیایم این قضایا رو پررنگش کنیم که نجفی هم جون بگیره، که یک ذره شخصیت بار شخصیتیش بیشتر بشه. نمونه نجفی تو جامعه برات تو دیده بودی؟ اصلا نمونه نجفی دیده بودی یا اصلا بر نخورده بودی به این نمونه؟ خب این که تو جامعهمون زیاده، نمیشه بگیم نه. حالا نه به شکل حالا نجفی، نه به این شکل نجفی. آره، ولی خیلی زیاده، خیلی. یعنی وقتی بازی میکردی احساس میکردی داری یک شکلی یک آدم واقعی جامعه تو بازی میکنی؟ بله. خب توی بازیگری آدم روشهای مختلفی برای رسیدن به نقشش داره، یا مابعضای بیرونی براش پیدا میکنه که تو پیدا نکنی، که میتونی براش پیدا کنی از بیرون، بگی مثلا نجفی مثل فلان شخصیت میمونه، به اون آدم باید نزدیک باشه، یا نه از درون آدم میاد پله پله میارتش جلوتر دیگه، با توجه به ویژگی‌های درونی خودت مثل یک ساختمون میمونه دیگه. بازیگری برای مثلا بخوام از درون بهش برسم، میگم خب حالا این آجر مهدی زمین پردازو برمی‌دارم، این آجر نجفی رو به مهدی، نقشو به خودم نزدیک‌ترش می‌کنم. ما توی نجفی اومدیم این کارو انجام دادیم، یعنی چیزی که از خود منم دوره شخصیتم، گفتیم بیایم یه ذره علاوز بازیگری به خودم نزدیکترش کنم. چرا ما به ازام تو محله پایین زندگی کردی؟ اصلا زندگی محله بالا زمانی که شخصیت اونجا زیاده، آدم های متفاوت، یعنی خدای تیپ شخصیته. یعنی شما برای هر فیلمی بخوای به یه آدم نزدیک چی، توی اون بازارچه ناف سلطنه، همون محدوده بازار، آدم های متفاوتی رو میبینه که هر کنیش میبینه. که تو محله پایین زندگی کرده بودی، زندگی تو محله بالا آرزو نبود؟ من هنوزم تو محله پایینم. نه با نه، برام هم چی آرزو، بخوام برم بالاتر میتونم برم، ولی الان دارم با مادرم زندگی.
که زندگی همون چه جوریه نه. ببین به هر حال میگم آیا قهرمان نجفی برای تو آرزو بود زندگیش نه؟ برای شخص خود مهدی زمین پرداز نه، ولی برای نجفی این آرزو بود که از اون جایگاهش بالاتر بره که طمع میکنه و نصفی از اون سود شرکت هتل. یعنی شخص زمین پرداز آرمانهای دیگه‌ای داره که اون آرزوش نیست که جای نجفی قرار بگیره. نه، من فکر میکنم اگر به خودم همیشه یه چیزی تو زندگی به خودم میگم، میگم اگر تو برای خودت یه جایگاه 100 در نظر بگیر و بهش ایمان داشته باشی و توی این مسیر حرکت کنی، مطمئن باش اگر به 100 نرسی به اون 70 میرسی، 60 میرسی، اگر بهش اعتقاد داشته باشی. توی زندگی خودم هم به این اعتقاد داشتم. من یه روزی فکر نمی‌کردم مثلا سالی 5 تا سریال به من بخوره و من هنوز به خودم این اجازه رو بگم تو نه فعلا حق نداری بری سریال مثلا بازی کنی، که همین اتفاق برام هم امسال افتاده هم سال پیش از پارسال 5 تا. برای همین اینطوری که به خودم بگم که من آمال آرزوم اینه که چرا کسی بعدش نمیاد خب یه جایگاه خوبی داشته باشه، خونه ای آنچنانی داشته باشه. یعنی آرمان‌های امروز نسل امروز این آرمان‌ها رو داره که جای نجفی قرار بگیره. حالا این سوال آره من فکر می‌کنم این الان خیلی زیاد شده. یعنی خیلی زیاده این آره. جوان‌های امروز خیلی دوست دارن که جای نجفی قرار بگیره. آره ولی نه اینکه مثل شخصیت نجفی، ولی دوست دارم مثل نجفی به جایگاه حالا به هر طریقی از بعضی جاها